به تحول امشب با من لطیف محمود خوش آمدین. از آنجایی که در جریان هستین، اخیرا فشارهای افکار بین‌المللی و کشورهای تاثیرگذار بر گروه‌های ایراسفگان به خصوص در پاکستان بیشتر از پیش شده است. در تازه‌ترین مورد، کمیته نظامی یا تسلیحاتی آمریکا فیصله کرد که گروه‌های ایراسفگان مثل طالبان، داعش و القاعده را در هر کجایی که باشد هدف قرار خواهد داد. این در حالی است که چند قبل رهبر گروه طالبان در قلمرو پاکستان از طرف تیارات بدون سرنشین آمریکا کشته شد. چنانچه شما هم میدانین، ضمانت اجرای سیاست ها غالبا افکار ملی است. پاکستان اخیر افکار ملی خود را نسبت به سیاست های کجدار مریض خود از دست داده. همچنان افکار منطقی و بین‌المللی نیز نسبت به سیاست های پاکستان تغییر کرده است که این به عنوان یک فشار یا اهرم فشار بر چگونگی رفتارهای پاکستان در امر مذاکرات صلح و در امر سیاست های چند رویش وارد است. در تحول امشب تلاش میکنیم تا عمدتاً سوالات ما روی چگونگی فشارهای بین‌المللی بر سیاست های پاکستان و تغییر سیاست آمریکا در قبال ایراسفگنان متمرکز خواهد بود. میهمانان برنامه: میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت امور داخلی افغانستان، عبدالمعین معین، نویسنده و پژوهشگر، محمد جان رسولیار، آگاه امور سیاسی. بسیار تشکر از حضورتان در این برنامه. نخستین پرسش با شما آقای معین، فکر میکنین فشارهایی که اخیراً از طرف آمریکا بر گروه های ایراسفگان وارد است چقدر میتونه در حقیقت حرکت تحرکات اینا را تضعیف بکنه و حمایت پاکستان را نسبت به اینا کم رنگ؟ به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمانان ارجمند و بینندگان گرامی. تشکر. ببینید، این پیشینه دارد، یعنی آمریکایی‌ها به تکرار مکررات رسیدن و اینکه بارها خواستن فشار وارد کنن، اما این فشارها عملی نشد. عملی نشدن این فشارها باعث شده که بحث جنگ پیچیده بشه در منطقه و آمریکا هم که مبتنی بر منافع ملی خود در منطقه سیاست گذاری میکنه و منافعی را در اینجا دنبال میکنه، دقیقا یک مقداری دچار غفلت شده در این قسمت. یک بحثی که خب چند روز پیش آمریکایی‌ها با شدت گفتن که ما با نیروهای اهل جنگ در داخل افغانستان میجنگیم و مبارزه میکنیم و اونا را مورد آماج قرار میدیم و با کسانی که تفکیک کردن و با کسانی که علاقمند به مصالحه هستن، علاقمند به صلح هستن، خب باب گفتگو هم در افغانستان باز است و هم ما حمایت میکنیم. اما میمونه بحث این که پاکستان نقش کلیدی در طول 16 سال در داخل افغانستان و منطقه بازی کرده، این بحث است. یک میشه گفت تقابل نرمی بین آمریکا و پاکستان در جریان است. اینکه پاکستان دقیقاً متعهد نبوده در جنگ در برابر تروریسم، متعهد نبوده و آمریکایی‌ها و افکار عمومی جهانی هم فهمیدن که پاکستانی‌ها در این قسمت غفلت کردن یا نمی‌خوان کاری را انجام بدن. حالا چی باعث شد که متحد شوند و این حلقات را سرکوب بکنن در جایی که باشن؟ ببینید، اعتبار پاکستانی‌ها و این فشارهایی که بر پاکستان همیشه بود که باید جدیتر مبارزه کنه، من فهم می‌کنم یکی از عوامل است که آمریکایی‌ها دست به کار شدن و آستین بالا زدن و حق خود می‌دونن. یک بحث هم بحث پرستیژ آمریکاست. ببینید، جبهه مخالف و جبهه مخالف تروریسم که در جهان شک گیری به رهبری آمریکا و در افغانستان آمد، وقتی خب این جبهه آمد به خاطر از بین بردن تمام نیروهای تروریسم بود در داخل منطقه، اما بعدها اینا به شبه نظامیان تبدیل شدن و بعدها جنگیدن و کارهای دقیقا دست به کارهای عملیاتی زدن. در اینجا آمریکایی‌ها به خاطری که پرستیژ خود از دست ندن و مدیریت جنگ را بتونن که با خود داشته باشن، یک اقدام عملی کردن. اما تا چی اندازه این اقدام میتواند در موازی با سیاست‌های امنیتی افغانستان باشد و اینکه تا چی اندازه این مبتنی بر قرارداد امنیتی افغانستان با آمریکا است، این یک بحث دیگه است. ممنون آقای یارمند. فشارهای اخیر آمریکا بر گروه های ایراسفگان که در خاک پاکستان به سر میبره چقدر میتونه قاعده بازی را در منطقه تغییر بده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با درود به شما میمان گرامی، شما بینده شما. تشکر. طبعا قاعده بازی را تغییر میده موضوعی که ایالات متحده آمریکا گرفته. ایالات متحده آمریکا در طول مدتی که مناسبات با پاکستان داشته، بنابرای که پاکستان در دوران جهاد در افغانستان در محراق توجهی کشورهایی که بر ضد شوروی بودن قرار داشت و بالای از او اعتماد بسیار زیاد داشتن، رابطه جهان عرب، جمع جهان غرب، پاکستان را به یک قدرت تبدیل کرد و
با نظر داشت اهداف شومی که نسبت به افغانستان داشت ایره البته روشن نمیکرد، برای از اونا مگر میگفت که شوروی آمده به ما کمک کنین، کمک چکیدی زور میداد برای مجاهدین و متواقیش خودش میگرد تا یک صلاحیتو میساخت. به همین ترتیب جهان عرب هم با نظر داشت ای که پاکستان یک نقطه تخت حیز شده بود برای تمام توریست هایی که در دنیا وجود داشت، اینا را به پاکستان انتقال داده بودن، بودجه پسافرامانی را سرازیر کردن و ای هم بسیار استعداد کلان و قوی داشت پاکستان که دنیا را قناعت بده، خود ثروتمند بسازه و افغانستان تخریب بکنه. و ای اساس ای توانمندی در وجودی از او بود و ای دنیا را فریب داد. این دنیا فریب خورد، امریکا فریب خورد، کشورهای عربی فریب خوردن و تا به اکنونه این فریب دوام داشت. فکر میکنین اخیراً در حقیقت میخواین که ریشه های این فریب را بخوش کنن؟ خب حالا با ایالات متحده امریکا با حمله که بالای منصور انجام داد و همچنان اعلانی که کرد که ما تروریست ها را در هر جایی که باشد تعقیب میکنیم و در جایی که برمیخیزند اونجا را مورد حمله قرار میدیم، این یک نویدی خوب است هم برای دنیا هم برای افغانستان و تداومی از این انتظار ما هست که باید تداوم داشته باشه و دوام داشته باشه، به دلیل از اینکه افغانستان هیچ جای خاصگاه تروریسم نبود، افغانستان قربانی تروریسم است و از ساده دلی و مسلمانی مردم افغانستان استفاده شون میشه در حدی که پاکستان توسط علمای استخدام شده خود برای اینمی طالبایی که در افغانستان جنگ میکنن برای اینا طوری فهمانده که گویا افغانستان کفر است و مردم افغانستان کافر هستن. وقتی که یاد دستگیر میشن میگن برای ما تعجب است که شما نماز میخوانین. یعنی تا این حد اینا مهارت دارن در تبلیغ. زنده باشه شغل رسولیار. ده امریکایی سناتوران و او ده نظامی کمیته فیصله است چومره به اغیز او داریم ده طالبان و پر رهبری او صفوف باندی یا ده نور و ترهگر. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب محمود صاحب، تاسو تا موین صاحب و یارمن صاحب او ده تلویزیون کتون کتا سلامونا نیک اهل احترامات رو اندیکم. په حقیقت که ده امریکی ده کانگرس ده دفاعی جرگگی ورستی موقف گیری زما لپاره ډیر جالبه ده. البته په دې رابطه زما دریز داده چې دا به زموږ د افغان حکومت په ټوله کې د افغانانو لپاره هم مثبت تاثیرات او هم منفي تاثیرات د ځان سره ولري. مثبت به دا وي چې په دغه مقطع کې چې دوه کاله کیږي چې متحده ایالات د جنګ له محاذ څخه په شا شوي دي او په دې دوه کالو کې متاسفانه چې موږ افغان ځواکونو ډیری قرباني ودرودله، ځکه دوی عملا جګړې ته شا کړله، په دې پلمه چې ګنې دوی د قاطی ملاتړ سره دوام ورکوي، د افغانستان هغه ستراتیژیک کوم پارټنرشپ او ملګرتیا چې وه هغه په حقیقت کې پلې نه شوه. دوی یوازې په دې پلمه ځان خلاص کړ چې موږ یوازې قاطی ملاتړ کوو، هغه وخت کې چې افغان ځواکونه اشد اړتیا پیدا کړي موږ ساحې ته ځو، غیر له هغه موږ د یو مشاور بڼه لرو او د مشورې په توګه به د افغان حکومت او ځواکونو سره وړاندې ځو. دغه مشوره او قاتم لاتل بدبختانه زمنګ لپاره خت تاثیرات او مثبت تاثیرات ونه درلودل، ځکه موږ ولایت در لاسه ورکو ولسوالیان در لاسه ورکړي او دشمن په دې بهیر کې پیوړی شو. په خاص ډول موږ ته زیات په یو ورځ یان ترسلو پوري په یوه ولسوالۍ یا دوه ولسوالۍ کې موږ قرباني ووخت. په دې اړه به دا دوباره د دشمن په زپلو کې به دوی بیا دوباره تک جنگ جبهه ته او د هوایي ځواک استعمال دا به مثبت تاثیرات ځان سره ولري. محمود صاحب دا یادونه به صحیح چې د شپاړس کاله کیږي چې متحده ایالات او ورسره د هغوی نړیوال همکاران اقتصادي ایصاف په چوکاټ کې چې یا د ناټو او یا اوس د قاطی ملاتړ په چوکاټ کې دوی د دشمن په ځپلو کې شپاړس کاله کردار ادا کړ. خو متاسفانه هغه هیلې او ارزوګانې چې افغان حکومت، تیر حکومت، اوسنی حکومت او افغان ولس د ځان سره درودلې دا برآورده نه شوې. دغه دوه کاله چې کوم دوی عملا په جګړه کې حضور نه درلود، ټول افغانانو دا ویل چې افغان د افغان سره دا جنگ نه توجیه کیږي. لهذا هغه وخت کې چې دوی دلته حضور درلود یو نه و طالبانو په آن دا تقدس درلود هغوی ته، دغه سپیشلتیا د جګړې به یو ځل بیا اعاده شي، یعنی د هغوی په طرف به تله درنده شي. لپاره هغه خبره چې دلته خارجیان دي جهاد روا دی، دغه یو منطق پیدا کوي زما په آن
چې مثبت اړخ مې تاسو ویل او منفي اړخ دا ده چې دا منفي اړخ ډیر خطرناک ده زموږ لپاره. د دې په ځای چې متحده ایالات دوباره جنگ خواته ستنیږي، اوس زموږ افغان درې ګونو امنیتي او دفاعي ځواکونو په دا دوه کاله کې ښه مقاومت او وړتیا د ځانه وښودله او دوی واقعا دفاع وکړه د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا څخه. په دغه وخت کې زما په اند یو افغان په توګه متحده ایالات دې زموږ افغان ځواکونه تجهیز کی، تسلید کی، د اوایي ځواک باندې کار وکړي، زموږ پلی ځواکونه سره په څنګ کې توپچي قوا دې پیاوړي کړي تر څو موږ وکولی شو د خپلو منابعو دښمن پر وړاندې ګټه واخلو، ځکه موږ که کولی شو دښمن تشخیص کړو او دښمن په نښه کړو او ملکیانو ته ضربه ونه رسوو. زموږ اصلي هدف دا ده چې زموږ ملکي خلک زوبل نه شي او هغه خلک چې موږ ورته د سولې غږ کوو بار بار دوی سولې ته لبیک نه وایو نه وایي، نو لحاظه ګناه د دوی جوړیږي. نو افغان ځواکونه مجبور دي چې په هغوی برید وکړي. دغه برید که افغاني وي تاثیرات به د خارجي هغه نه ډېر زیات مثبت. شما مستحضر هستین که به اساس ماده اول منشور ملل متحد افغانستان، ملل متحد جا پنج کشور قدرتمند حافظ منافع کشورهای جهان است و مسئولیت تأمین امنیت را در سطح جهان دارد. او حلقات تروریستی که تهدید است برای جهان در هر نقطه که باشه به اساس حکم منشور اینا سرکوبش میکنه. فکر میکنین که این مسئله چقدر در فصل جدید جنگی آمریکا در قبال افغانستان برای امنیت افغانستان تاثیر مثبت دارد؟ ببینید، بحث شورای امنیت و اینکه یک اجماعی باشه در برابر تروریسم در این شک نیست که این اجماع وجود داره، اما در میکانیزم و طرز عمل مبارزه با تروریسم اختلاف نظر است. یعنی اینکه جبهه غرب به رهبری آمریکا در خاورمیانه و در منطقه در یک پارادوکس به سر میبره با حضور روسیه در منطقه. در بعضی جا روس ها بسیار پیشتاز میشن به خاطر از بین بردن مثلا داعش، در بعضی جا آمریکایی‌ها، و هنوز یک اتفاق نظر یا یک اجماع مشترکی وجود نداره. اما اینکه هر دو در برابر تروریسم مخالفت میورزند و میخوان و اراده دارن به خاطر مبارزه، در او شک نیست. ببینید، برای افغانستان و برای اینکه آمریکایی‌ها الان، تکرار میکنم که با یک اراده قوی مبتنی بر یک وضعیت جدید وقتی عمل میکنن که کانگرس آمریکا هم اینو مصوب میکنه و این را به قانون تبدیل میکنه که باید در برابر تروریستایی که حاضر نیستن به مذاکره و کسانی که جبهات مخالفی که در درون افغانستان حاضر نیستن به سلام مجدد، شما بیننده تحول هستین. شاغل رسولیار، د کومو تګلارونه په ګټه پورته کولو سره افغان حکومت کولای شي د سولې پروسه یو ځل بیا پیل کړي، ځکه چې د سولې نه بغیر بل لار نشته؟ دقیقه ده محمود صاحب، واقعي ډېر سپېڅلې کلمه د سولې، خاص د موږ افغانانو لپاره. د ما په اند زموږ سیاسيون به ډېر باخره ده تګلار او پالیسي او سیاست وکړي. هغه په دې معنی که چیرته موږ واقعي بریالی ډیپلوماسي او سیاست ولرو، دغه جنگ باید افغاني پولونه بهر کړو، لکه څنګه چې پاکستان جنگ د خپلو پولونه بهر کړی په افغانستان کې وړاندې بیایي، متحده ایالات، ایران، سعودي عربیه په سوریه او په عراق کې وړاندې بیایي. همدغه د موږ سیاسيونه هم دا وړتیا پیدا کړي چې دا جنگ د افغاني پولونه بهر کړي. تاسو وګورئ په هلمند کې د تیر ورځې راهیسې زموږ تر سلو نه زیات وسلوال زموږ دفاعي او امنیتي ځواکونو شهیدانو قرباني ورکړې ده او ډېر سخت شدید جنگ روان ده. چې تاسو به نن د رسنیو اورېدلي چې حتی ولایتي شورا رئیس هم ډېر زیات په دې مورد په حکومت باندې غږ وکړ چې که ځانګړې پاملرنه ونه کوي خدای نخواسته هلمند د یو سخت ستراتیژي زیان سره مخ کیږي. نو زموږ لپاره لومړی او ملي منافع دا دي چې موږ د سولې خواته لاړ شو او موږ د افغانانو د مرګ میله او دغه رقم مرګ نه جلوګري وکړو چې موږ روزانه په یو دوه ولسوالیو کې دومره قرباني ولرو، دا زموږ په نفع نه ده. لهذا زموږ لپاره بنیادي مسله د سولې ده او د سولې لپاره موږ باید یو واحده تګلاره ولرو. تاسو وګورئ، موږ په داسې یو هیواد کې ژوند کوو جناب محمود صاحب. موږ هرات ته یو رسمي سفر درلوده. په هرات کې یو کس د خپلې ښځې د قتل په تور په 14 کاله قید محکوم شوی ده، عبدالقادر هم نومیږي. وروسته له 8 کالو د زندان نه د خپل بچانو د لیدو لپاره اجازه اخلي. چې کله اجازه اخلي د بچانو د لیدو نه وروسته ته یو زنګ راځي، هغه زنګ چې کله تعقیبیږي چې ګوري د ښځې ازاد اخزه له بعد له 8 کاله بند نه زوندۍ راوځي. اوس دلته ته څوک تعقیبوي؟ دلته دا جنایي پولیس، دلته څارنوال، دلته قاضي چې درې محکمې
محکمه تعقیب شوی یو سړی وکاله محبس تیر کړی او در حاله چې خزه ژوندۍ نو په دې رابطه متحده ایالات باید زمونږ چې ستراتیژیک ملګری او پارتنرشپ دا په داخل کې زمونږ حکومت د موږ د ساختارونو د نهادینه کولو لپاره اساسي تغیرات در وستلو لپاره زمونږ د وسلوال پوز د ملي کولو لپاره بدبختانه زمونږ د وسلوال پوز صفوف اوس هم ملي نه دي تنظیمي دي د تنظیمي ګټو توفادار دي دې لپاره چې موږ دشمن صحیح هدف قرار ورکو هغه دشمن چې سوره ته لویک نه وایي او د پردوی په لومو کې دي هغه د واحد دریزه واحد افغاني موقف نه کولای شو تعقیب کو او د سوره د رابطه دا یو مقدس ارمان ده زمونږ او بي د سوره نه موږ هغه دوامدار او تلپاتی او باثبات سوره ته د جنگ لر نشو رسیدل. آقای موین، در حال حاضر چه باید کرد که ما حداقل فشارهای لازم وارد است بر پاکستان؟ در حال حاضر افغانستان با کدام رویکردها میتونه بحث صلح را باز بکنه تا مثل این گروهی از طالبا که چراغ سبز نشان داده در حقیقت گروه های دیگر هم دعوت بکنه به صلح؟ چون افکار بین‌المللی بر ضد پاکستان است، پراکندگی در رهبری طالبان است و فشار هم بر مخالفین وارد است. یک مقطع خوب است. بله، دقیقاً درست فرمودین. افغانستان باید به نحو احسن با یک مکانیزم واقعی پیش بره و از این فرصت پیش آمده درست استفاده کنه، به این مفهوم که ببینید وقتی کانگرس آمریکا و کمیته نظامی میآید مصوب میکند و الزام وارد میکنه که نیروهای امنیتی ناتو باید در آمریکا در افغانستان باید تا آپریل 2017 باشند و حتی تعداد زیادتری هم تقاضا کردن که باید در کنار 9800 نفری که دارن باید بیشتر وجود داشته باشه. ببینید رویکرد نظامی است، رویکرد در اینجا سیاسی نیست. یک کمیته نظامی آمده مصوب کرده و الزام وارد کرده که باید این کار صورت بگیره. پیش از اون خب آمریکایی‌ها پراکنده جنگیدن، یعنی مشخص نبود که آمریکایی‌ها با کی دقیقاً دارن می‌جنگن. یک لحظه میگن ما با این سران طالب ما مبارزه می‌کنیم، لحظه دیگه میگن ما با اینها وارد مذاکره میشیم و مشخص نبود و در اینجا امنیت ملی افغانستان هیچگاه تامین نشد. اما در این شرایط حکومت افغانستان باید با نگاه با رویکرد واقعی به این مسئله بسیار فکر کنه و دقیقاً در این قسمت عمل بکند و دقیقاً این فشارهایی که از جانب آمریکا وارد شده و این فشارها و افکار جهانی و منطقه‌ای که بر پاکستان حاکم شده، دقیقاً افغانستان میتونه باب گفتگو رو باز کنه. باب گفتگو نباید بسته شود، باب مصالحه نباید بسته شود. ما نیازمند به صلح هستیم، اما در کنار این افغانستان هم یک استراتژی امنیتی واقع گرایانه ای را باید داشته باشد که در کنار نیروهای نظامی خارجی در افغانستان در جنگ در برابر تروریسم باید عمل کرده ملموس بسازه و مشخص بسازه. تشکر. این مسئله بسیار مهم باز نمودن درب صلح در حال حاضر. آقای یارمند، که فشارهای نظامی بر صفوف طالبان وارد است، چقدر میتونه به نفع افغانستان باشه؟ خیلی میتونه به نفع افغانستان باشه. ببینین باید دولت افغانستان مکررن اعلامیه ها صادر بکنه، عالی بسیار یک پروگندگی فکری در بین طالب آمده، به همین ترتیب برای طالب ها جایگاه تعریف بکنه، گروپ های اپراتیفی و کشفی در 34 ولایت ترتیب و تنظیم شدن چون در ولسوالی ها فرستاده شود تا اینا پیام های کتبی و رسمی خود به طالب ها روان بکنن و اونا را به گفتگوها دعوت بکنن. به همین ترتیب میکانیزم‌های تشویقی که اینا باید تشویق شوند به طرف دولت و نظام باید بیاین و همچنان پیام‌های خصوصی به سران طالبا فرستاده شود. در این طور حالات پراگندگی فکری بسیار تیز یک کسی تغییر میکنه به نفع دولت، این مخالفین بسیار زود تغییر میکنه و دستاورد خوبم میتونه داشته باشه. و طالبان چقدر از لحاظ روانی با کشته شدن رهبرشان میتونن که حداقل به درب صلح حالا سر بگذاره؟ وضعیت طالبا هم چندان طالبا از هر من شمس حالا میدانن، کسایی که خب در بین زنان آدم های خبره بسیار است، میدانن که اینا به خاطر گرفتن سلطنت کابل نیستن، میبینن که یا مواد سوخت هستن، میبینن که اینا یک نوع مدیریت نامرئی میشن، اصلا رهبر نام است، یک مدیریت نامرئی. اینا طوری میشوند که رهبری از جایش خبر نمیداشته باشه، چنانچه ملا مدامر آخون مور دو نیم سال بعد مفهمیدیم و ملا منصور هم به او شکل شد. این طالب ها دقیق میدانند که اینا به خاطر گرفتن اقتدار در افغانستان نیستن و او چیزی که اینا میگن یا اسلام کامل یا ما شریعت پیاده میکنیم، این چیزها
امو چی میگه شطور در خواب بیند پنبدانه گهی لبلب خورد گه دانه دانه. کسی که یاره ساخته به خاطر هدف خود ساخته. اینا پیکرهای تراشیده شده هستن. هر زمانی که او کسی که پیکر تراش بخواه یاره بشکنه میشکنه. این را بیخی دانستن و این گپ پی بردن. خیلی وقت به این گپ کاملا پی بردن مشکل وجود نداره پس بحث گفتگوهای سال؟ فقط در اینجا تحرک ما مهم است که در جانب دولت افغانستان باید تحرک خود بیشتر بسازه. باید علمای دین دعوت بکنه در هر جای، در هر مسجد، در هر تکیه خانه، در هر جای تبلیغات صورت بگیره که این مردم بیان به آغوش وطن خود که عزتشان در اینجا هست. عزتی از یاد دیگه جایی نیست و تا به اکنونه هر کسی که تفنگ برای از یاد داده، پول برای از یاد داده، معنایش این است که تو باید کشته شوی، نه که تو باید رئیس جمهور شوی یا تو باید وزیر شوی یا تو باید تطبیق کننده شریعت باشی. شریعت این تحت نام و تحت شای شریعت کشتار مردم افغانستان، از بین بردن مردم افغانستان، دچار کردن افغانستان به یک ابتذال دینی که اکنون ما شما شاهدی از این هستیم که در افغانستان 40 سال میشه جنگ است و در این جنگ امو فضائل لازمی را که ما مثلا یک کشور امام اعظم است، کشور امام بخاری است، کشور امام ترمذی است، از سنایی است، از خوشحال خان خټک است، از صدها دانشمند و فیلسوفی که افغانستان داشته است، امو ظرفیت ها در قرن 21 هیچی وجود نداره. این فقط تاثیرات جنگ است که تمام مؤسسات تعلیمی و تحصیلی و پوانتون ها و مکاتب ما در مجموع از بین رفته، شیرازه علم و تعلیم ایگا پارا تضیف کرده. به این اساس ایجابی از زیره میکنه که اینا به ایگا پی ببرن. یکی دیگه ای که عالم، از عالم کس باید نترسه. عالم حلیم میباشه. حالا همین بگی نفر را بکش، نفر را سرش را ببر، نفر را مسلح بکن، این چی نوع تعریفی از علم و از دینه؟ تشکر. شغل رسول یار دبل منظر نک قضیه تو گرو زین سیمیز مخ هم موجود دید زین لوی هوادونه او په سیمه که زین هوادونه د خپل د مخ په حق له زین کړی ساتي او د غوینه ابزاری ګټ پورته کوي د دې لپاره چې افغانستان دغه وضعیت باندې هم پوي او د خپل د ملی ګټو په چوکاټ کې قدمونه پورته کوي او صلح تزارم رسوي د کوم ځای نه باید شروع کی؟ خو ما تاسو ته محمود سه مخکې تیره به تا تمرکز ونیو چې ګاونډیان جګړه د خپل پلو نو باسي بیرون ته سیاست او جګړه په نورو خپل اسلحه خپل نوی د نویشتمې پیړۍ نوی تاکتیکونه د نورو په خاورو کې عملي کوي، خو مونږ هم باید دا وړتیا پیدا شي. مونږ همیشه دغه یو مملکت ته ګوته نیسو، ولې مونږ دا وړتیا نه پیدا کیږي چې پاکستان دې حالت ته ورسو چې له مونږ نه ناری او سوری وکړي نړیوالو ته چې په لاس د خدای د افغانستان له شر مخلاص. مونږ باید دغه یو حالت ته ورسیږو. زه په دغه مقطع کې وایم چې لکه کله مونږ چې وایو سولې ته ځو نو باید په چا باندې اجنټ و ترور تروریستو دا خطاب باید ونکړو، باید هغه ته د ورور خطاب وکړو لکه ولسمشر کرزی چې کوو. ځکه تاسو ولیدل چې څوارلس کاله ورور بیا هم باید ووایو، ځکه ولسمشر تاسو په کپیادي تاسو مخالفینو ته څه وایو طالبانو ته؟ تاسو څو ورځې وړاندې کپیادي ستاسو میز کې دلته خلیلزاد، ډاکټر خلیلزاد د خپل نوي کتاب د اینوي هغه په اړه تاسو بحث سره درو ده، هغه وضاحت ورکړه چې کم کسان چې په دغه 14 کلن یا 14 کلن معاصر افغانستان کې سیاست کوي دا هر یو بهرنی پاسپورت درلود، نو د ټول ته ایجنټان وایي بهرنی. نو زه دا وایم چې ما په کلیو کور کې جګړه ده، هم دغه دوه میاشتو کې زما په مرکزی بغلان کې د یو کور نه شل شپږ ویس کسان شهیدان شول، ښځې او ماشومان وړی په بمونو والو زول طالب یا طالب نه زه ډېر متاثره یم. یعنی مخامخ ولسمشر کرزي ته وایم چې دغه ماشومانو چې دیارلس نفر په یو موټر کې شهیدان شول، ښځې او ماشومان، اقلن یو خبري پیغام د خپور نه کړه چې زمونږ توقع د مشر په توګه چې ځوانان محلي پولیسو کې شهیدان کړو، د ښځو ماشومان چې زمونږ شهیدان کړي د هغه لپاره باید یو خوابدی پیغام خبر کړی وای. یعنی زه له هر چا نه ډیر زیات طالب نه مونږ متضرر یو، وژل کیږو، زمونږ خلک په هیچا صرف نه کوي، خو بالاخره مونږ ناچار یو، ناچار په دی یو چې بل رقم مونږ نه خلاص یو د جګړې نه خلاصېدلې په دې شپږ کال کې. هغه کو هغه کس چې مونږ تاسو جمعات ته اورا چې جمعات ته چاودنه ورکي، هغه ته تاسو څه وایي؟ زه در سمه ده چې هغه د بل د پردیو د اجنډاو دپاره کار کوي، اما ما او تا کې باید دا وړتیا پیدا شي چې هغه متقاعد کړو چې دغه جګړه ستا په خیر نه ده، د پردیو د ګټو دپاره ده. ته زما ورورې راشه او دغه جګړه چې مونږ د 8 کاله وکړله په جګړې باندې هیڅوک ټیکاو ته ونه رسېدل، بالاخره مونږ په تیر کې دا اشتباه درلودل افغان مجاهدینو چې د نجیب حکومت سره مونږ سوله ونه کړه، ډېر تاریخي شېبې مونږ د لاسه ورکړې. اما زه طالب ته وایم چې هغه وخت چې افغان مجاهدینو اشتباهات وکړي د هغه اشتباهاتو باندې قدم کښېنه
ندی راس یو ابتکار رزان اوخی او د حزب اسلامي په سیر بین افغانی خبرو تراو دنګي په دې کې ان شاء الله د حزب اسلامي راتک د رسول ته تاثیر زیات 50 په سلو کې ز باوري ما په دې باور لرم چې دغه پر اتک سره به د طالبانو له صفوفونم یو شمیر هغه کسان لکه د مولا رسول په سیر کسان به هغه به دغه دایته طلبای کوي او دا به په خیر وبولي د سول د افغانانو لپاره نه چې هغه د پردوی د ګټو لپاره موږ جنگي وو آقای موین درب سول درب از که هیچ کس مخالفش نیست این بار افغانستان یا زعامت افغانستان این درب را با چه آرمان واقع‌گرایانه باز بکنه دولت افغانستان با استفاده از وضعیت پیش آمده باید باب صلح را به خیر امور باز کند یعنی اینکه خیر امور در اینجا مطرح باشد نه اینکه فقط یک ترفند سیاسی باشد سلیقه‌ای باشد و به نفع گروهی یا قومی باشد دقیقاً خیر جمیع و خیر عموم مردم افغانستان باید سرلوحه استراتژی صلح افغانستان باشد بسیار تشکر آقای یارمند در جنبندی نظر شما چیست چی فکر میکنین آیا واقعاً مخالفین خسته شده و این موضع تغییر موضع آمریکا میتونه که تغییر موضع 180 درجه در صف مخالفین بره و بحث صلح ما این بار عملی تر پیش بره 37 سال 38 سال جنگ نشان داد در افغانستان که هیچ حزبی از چپ تا راست پیروز نشد به چی معنا معناش این است که اینا از خود اقتصاد نداشتند بنان کسی که یارا پیسه داد رهبری کرد و در نتیجه وطن تباه شد خراب شد حالا همه کس باید آغوش خود باز بسازه به خاطر پذیرش هم دیگر خود و این زمینه بیشتر از هر وقت الله مساعد است حکمتیار صاحب میه بخیر بیایه بسیار گپی خوب است ملا رسول میه بخیر بیایه سایر رهبری طالبان میان بخیر بیاین اما چیزی که بسیار مهم است این است که باز ما دچار زنجنگی های سیاسی باید نشویم باید گذشته را فراموش کنیم و به رخ یک دیگه خود نکشیم که به رخ کشیدن ها پس دوباره زخم را تازه میکنه بسیار تشکر آقای میرزا محمد یارمند آگاه امور نظامی عبدالمعین معین نویسنده و پژوهشگر محمد جان رسولیار آگاه امور سیاسی بسیار تشکر از حضورتان در این برنامه در پایان از شما نیز ممنون که این بحث را دنبال کردین تا دیدار دیگر خدا نگهدار